در مورد حواشی بازی استقلال و ملوان بندرعنزلی با هم دیگه صحبت کنیم. بازی که تو ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد و حالا دو تیم به تساوی 2-2 رضایت دادن. اما اگه بخوایم حالا بازی رو یه ریز بررسی بکنیم چون کپی رایت هم داره، خیلی نمیتونم روش مانور بدم. اینجوری بود که استقلال دبل کرد رامین رضاییان و موفق شد بازی 1-1 باخته رو 1-1 کنه و بازی 2-1 باخته رو در مجموع 2-2 کنه و حالا به تک امتیاز اکتفا کردن علارغم حملاتی که داشتن روی دروازه ملوانیا. گل اول مسابقه رو رضا قندی پور روی پاس گل امید نورافکن داد و حالا بازی 1-1 شد و رامین رضاییان گل زد. پنالتی بود یا نه؟ پنالتی اولی که معلومه پنالتی بود، خراب شد دیگه بازیکن روی آرمان رمضانی و البته پنالتی دوم یکم حرف و حدیث زیاده، ولی به هر شکل وی آر اومده و من در مورد داوری صحبت نمی‌کنم. آقا دو تیم 2-2 مساوی شد. این الان جدول لیگ برتر در پایان هفته دومه که سپاهان بازی 1-1 باخت مقابل خیبر رو 2-1 کرد و برد، 3 امتیاز رو گرفت و الان در صدر قرار داره، 2 بازی 6 امتیاز و تنها تیمیه که هر دو بازی اول خودش رو برده. تراکتور 2 بازی 4 امتیاز، استقلال 4 امتیازیه، ملوان 4 و البته فولا 4، پرسپولیس هم 8مه و 2 امتیاز گرفتن شاگرده خوان کارلوس گاریدو. ببین نقد به تیم جواد نکونام زیاده، یعنی نقد از اونجایی هم شروع شد که سیروس دی محمدی بلافاصله بعد از مسابقه صحبت کرد، یعنی کنار محمد رضا احمدی بود دیگه تو فوتبال برتر، گفت که انتظارات از استقلال بالاتره، نباید همه چشم به رامین داشته باشن، یه بازیکن که نمیتونه همه کار بکنه، اینجا استقلاله، فقط نباید رامین بازی کنه، بقیه هم باید خودشون رو نشون بدن. اندونگ و کاکوتا که اضافه شدن موتور استقلال یکم روشن شد، بهتر شد، حالا تا جا بیافتن زمان بره. ولی من معتقدم آقا رامین رضاییان شما ببینید تو همون اولین بازی واسه استقلال پاس گل میده، تو دومین بازی دبل میکنه. میگم بازیکن اگه بازیکن باشه تو همون بازی اول، ایوب الاملود پرسپولیس رو ببینی تو همون اولی دومین بازی کارو در میاره. ولی خب بقیه که میگن آقا تیم بدنسازی و اینا رو من خیلی اعتقاد بهش ندارم. قبل از اینکه بریم سراغ مصاحبه های مازیار زارع و جواد نکونام، یه چند تا حواشی و دوربین اختصاصی کار کرده بودن بچه‌ها و در مورد این مسابقه صحبت بکنیم. از استرس محمد نوازی بگیرید قبل از اینکه استقلالیا گلو بزنن تا برسیم به جواد نکونام که حسابی از دست حبیب فرعباس گلر ملوان شاکی بود بابت اینکه چرا انقدر داره وقت تلف میکنه. و به نظر میرسید که ملوانیا از یک امتیازی که گرفتن در مقابل استقلال راضین و حالا خوشوبششون با هوادارا و عملکرد خوبی از مازیار زاره. حالا الان میخوایم برام مصاحبهش هم با هم دیگه بررسی بکنیم. مازیار زاره کلا 3 مرتبه مقابل استقلال قرار گرفته بود قبل از این مسابقه، هر سه بارش هم مقابل ریکاردو ساپینتو باخته بود. اما خب اولین بار در مقابل جواد نکونام به یک امتیاز رسید که این اتفاق خوبیه. آقا مازیار صحبت کرده، مازیار رو خودم میگم بعد بریم سراغ صحبت‌های جواد نکونام. گفته که فکر میکنم اگه سه نیمه دیگه هم بازی میکردیم، با توجه به اینکه استقلال موقعیت‌هایی از ارسال و ضربات ایستگاهی روی دروازه ما ایجاد میکرد، اما به نظرم به گل نمیرسیدن. شاید روزشون در تمام کنندگی نبود. گوستاوو بلانکو هم موضوعیه که الان هواداری استقلال بهش اشاره میکنن بابت اینکه ما آقا گوستاوو بلانکو رو نداریم و با آرمان رمضانی در نوک پیکان خط حملمون داریم کار میکنیم. گفته که میخواستیم توپ رو به استقلال بدیم و فضاها رو برای این تیم کوچیک کنیم و روی ضد حملات به گل برسیم. این کار رو هم خیلی خوب انجام دادیم. اولا منم هفته پیش گفتم که تیم ما هنوز به لحاظ بدنی آماده نیست. ما همه تلاشمون اینه که در سه هفته تعطیلی لیگ بچه‌ها رو آماده بکنیم. این سه هفته لیگ میگه یعنی بازی‌ها یه هفته دیگه ادامه داره، بعد دیگه میریم سراغ تیم ملی و حالا مسافمون با قرقیزستان و اون داستانی که حتما در جریانیه. گفته به هر حال واقعا شما در بازی احساس کردین ما وقت تلف می‌کردیم یا اینکه ما میتونستیم به گلای دیگه‌ای برسیم؟ آیا بازی نکته منفی دیگه‌ای نداشت؟ درباره مصونیت باید بگم که فرعباسی واقعا به زور درون دروازه ایستاده. لازم نمیدونم زیاد توضیح بدم. وقتی مصونه بارها توپ روی همون پاش اومده، ما باید از خدا بخوایم مصون نشه تا به تیم حریف بر نخوره. تیم حریف بر نخوره. جواد نکونام شاکی بود دیگه از حبیب فرعباسی. من چیزی دیگه نمیگم. آقا جواد نکونام
بفرمایید. هواداروی استقلال هم یکم شاکیان از دست شما بابت اینکه آقا تیم روون بازی نمی کنه، تیم این همه ستاره داره و چرا باید در مقابل ملوان مسابقه کنه. البته که ملوان هم باید بهتون بگم خیلی تیم خوبیه، کلی سرباز گرفته و خلاص آقا نکنم پرحرفی نمی کنم و بفرمایید بازی چطور بود؟ از میزبانی قزوین خاطر اینکه با توجه اینکه استادیوم وجود نداره چون خواهیم میزبان باشیم و استفاده کنیم از شرایط میزبانی مجبور شدیم مسافرت داشته باشیم دوباره به قزوین. ممنونم ازشون. در مورد بازی فرحال یه اشتباه فردی هم اول بازی باعث شدش که عقب بیفتیم، ولی دیدیم تیممون خیلی فشار رو برد، تونستیم گل مساوی بزنیم، میتونستیم بازی رو همون نیمه اول تمام کنیم، بازی رو ببریم، ولی خب شانس نداشتیم و یه مقدار تو زدن ضربات آخر بی دقت بودیم، نتونستیم بازی رو نیمه اول تمام کنیم. نیمه دوم با شما نیمه دوم با صحبتهایی که کردیم با جابجایی دو تا نفراتمون دوباره سوار بر بازی بودیم و میدونستیم که تیم حریف میشینه 5-4-1 عقب دفاع میکنه و دنبال ضد حمله است و دنبال اشتباهات ما و توی صحنه که ما گل خوردیم به نظرم کورنر شده بود برای ما، ولی در حال یه اشتباه دوباره زود شروع کردن تیم حریف و یه مقدار ساده گرفتن باعث شد گل دوم بخوریم. در کمال ناماوری تیممون داشت حمله میکرد، تیممون میخواست گل دوم بزنه، آماده بودیم واسه گل دوم، یه گل خیلی بد خوردیم توی ضد حمله که واقعا بچگونه بودش، تیممون گل خورد و دوباره عقب افتادیم و بعد از گل دوباره با توجه به تعویضایی که انجام دادیم میتونستیم دوباره نبض بازی رو بگیریم دستمون. میکنم اگر بعد شانس نبودیم امروز باید با اختلاف دو گل حداقل میبردیم و تیممون خیلی خوب فوتبال بازی کردش. امروز تیمم واقعا خیلی خوب بازی کرد، دیدید بازی قبلا گفتم همینجا باید اجازه فوتبال بازی کردن نمیداد بازیکنان تیم، بازیکنانی که دوست دارن فوتبال بازی کنن با توپ بازی کنن، ولی امروز دیدید که تیم چقدر با کیفیت بازی کرد علیرغم اینکه ما امروز تیممون فقط روی نیمکت اندون، کاکوتا، سامان فلاح و زبیر نیکنفس از بزرگ سالان داشتیم و تیممون یار نداشتش امروز، دستمون خالی بود و من روی بازی بدن بازیکنان جدیدمون هم ریسک کردم، چون اگر اینا خدای نکرده مصدوم بشن ما جام باشگاه رو داریم جلومون از دست میدیم، ولی به هر حال مجبور شدیم بازی کنیم. آرمان رمضانی رو پاش گرفت، می‌خواستم تعویضش کنم سامان فلاح ببرم، ولی دیدم شاید خودش باشه تو زمین بهتره به خاطر اینکه فوروارد به هر حال تخصصی نگارش مجبور شده نگارش داریم. گوستاو بلانکو روز اول با ما تمرین کرده، با تیم با شرایط تیم کاملا آشناست، ولی متاسفانه کارشو درست نکرد. من با آقای سمیری هم هفته قبل صحبت کردم قرار بود این هفته برسه، ولی متاسفم که این اتفاق نیفتاد و این امتیازا و این بازیایی که میگذره هر کدومش مهمه و باید ما با کل نفرات بشه. شما خودتون لیگو دارید میبینید، هیچ تیمی نیستش که مثل ما تیمش کامل نباشه، ما تیم اون کامل نیست متاسفانه و شرایط شرایطی نیستش که اول فصل گفتم ما تا این توقف بازیای تیم ملی امیدواریم که دو تا بازیکنای جدیدمون از لحاظ بدنی برسن، الفاظ جلالی برسه و دو تا بازیکن دیگه امام سلیمی و زلکام برسن، بتونیم تیم کامل رو داشته باشیم. تیم کامل نیست، ولی امروز از بچهای تیمم واقعا راضیم، غیر از یه سری اشتباهات فردی تیممون فوق العاده فوتبال بازی کرد و واقعا به نظرم هوادارا لذت بردن، خیلی خراب موقعیت بالایی داشتیم، ضربات ایستگاهی متعددی داشتیم و این بازی رو فقط از این موضوع ناراحتیم که به نظرم بازی که باید 3 امتیازشون میگرفتیم فکر میکنم یه مقدار ساده اندیشی مقدار بهمون ضربه زد و این بازی رو نتونستیم بریم، ولی بچه های تیم هم خسته نباشید بگم بهترین عملکردشون رو داشتن، بهترین بازی رو انجام دادن، واقعا ممنونم ازشون، هوادارامون هم لذت بردن. امیدوارم که بازی های بعد بتونیم با تیم کامل و شرایط کامل انشاءالله بریم به مسافر رو بریم. این اسم هم ایمان بودش که استقلال اگر خوب هم مهمده میکرد نمیتونه بودی به سامره رسونه، های این ادعا نشان از ضعف برنامه های تهاجمی استقلال بود. در مورد بازی سوال کنید، من شخص سوال کنید. من علی رضایی هستم از قرنامون، تو قوت استقلال پس رو داشته خط بود خودش بود بهتر خط بود خودی نه توی دو تا بازی استقلال که میشه نداشته این میشه ضعف اشتباهات فردیه یا این تغییر سیستمی ممکن شده؟
نه اینجوری نیست، تیم وقتی گل میخوره کل تیم مشکل داره. ما گلی که خوردیم نفرات هجومیمون تو دفاع بودن، چون وقتی خوردیم واسه ضربات ایستگاهی و شکلمون قطعا بهتر بشه به خاطر اینکه تیممون کامل نبوده و شرایطی که داشتیم تیممون اگر از روز اول کامل کنار هم دیگه تمرین می‌کردیم از خط جلو تا عقب تیممون قطعا روز به روز بهتر بشه و توی این توقف بازی‌های ملی هم قطعا خیلی به ما کمک می‌کنه آماده بشه واسه جام باشگاه آسیا که تیم کاملی داشته باشه، چون اونجا دیگه برها خودتو بده به تیم‌ها و رقبا چه شرایطی دارن. فقط نکته‌ای که واسه ما الان خیلی مهمه و نگرانشه میزبانیه، که اصلا میزبانی توی آزادی واسه ما یه نعمته، ولی امیدوارم اتفاق بیفته و بتونیم اونجا بازی کنیم. پایان نکنم ضمن خسته نباشید، حالا یکم از فوتبالی یکی از حالا مسائلی که توی بازی امروز خیلی به چشم اومد که تا وقت رو به زمین نیمکت استقلال کفش شما اون که اتفاقات رو اصلا ملوان بود خدا ایزاده گفتن که نه اصلا همچه چیز نیست بود و اصلا در طرف نمی کردند و اصلا هم اگر نخواستند شما این شکلی کار رو من در مورد داوری بگم آقای ناظمی فوق العاده خوب قضاوت کرد، واقعا قضاوتش فوق العاده بود، ولی نیمه اول 5 دقیقه اضافه، نیمه دوم 6 دقیقه، نیمه دوم 12 دقیقه وقت اضافه داشت. ما تا حمله می‌کردیم گلرشون می‌خوردیم 100% با برنامه می‌خوردیم، چون بازی گلرشون هم ما بازی قبلا هم دیدیم دیگه، اصلا خودش یه دونه پاس بلند نمی‌داد چون قطعا مصدوم بوده، ولی وقت تلف کردن دیگه بازیکن مصدوم باشه نتونه بازی کنه، ما آرزوی سلامتی واسه همین کنیم، مثلا دوست داریم کسی خدا نکره سلامتیش به خطر بیفته هیچ بازی کنه، ولی دیگه امروز دیگه واقعا اصلا این وقت تلف کردنه یه شرایطی وجود داره، اصلا عصبی کرده بودم رو. بعد وقت 6 دقیقه نگاه کنید، اگر زیر 10 دقیقه وقت اضافه کمتر بشه بازیکن داره میاد بیرون، بهش میگن نه بیرون، میره وسط زمین بهش میگن بخواب که برانکار بیاد، برانکار بیارش بیرون، گلرشون بلند بشه میخواد بازی کنه از اون نیمکت میگن بخواب. یعنی یه چیزایی که خیلی ببینید من اصلا من مخالف این چیزا نیستم، ولی صحبتایی بکنیم که واقعیتش منم شاید یه روز نیاز داشته باشم این کار رو انجام بدم و انجامم دادم قبل‌تر از این، و مهم نیستش به خاطر اینکه من میگم زور تیمم نرسید نمیتونم بازی کنم یا باید وقت تلف میکردم این کار رو انجام دادم، ولی امروز تیم به گلر تیم ملوان خیلی وقت تلف کرد، بازی رو خوابون، و مهمتر از اون به نظر من داور وقت تلف کرد، وقت تلف شده خیلی کم گرفتش علیرغم اینکه قضاوت فوق‌العاده‌ای داشتش. آیا نکنم در واقع اردوی پیشفرد و بازی تدارو داشتیم که من تربایی هستم از این وقت خدمت نرستم که در اردوی پیشفرد و بازی که انجام داریم شما بلانکو و جرالی داشتیم کاملا مشخص که کیلوتا خیلی آمادن و نصف سپرد فقط میتونم به شما کمک بکنن، اما ترکش های مدیریت فرد قبل مثل این که همچنان داره بدون شما ضربه میزنه و این الحاقیه باعث شد که برانکو رو نداشته باشید، در حالی که شما مهاجم دیگه هم نداشتید که با اون جان چه جای مالمان رمزاری بید، همچنان به مهاجم فکر میکنید در کنار که گفتید برای رامین رضاییان هم یک جایگزین باید داشته باشید، قرارم این که خیلی راجع به در حال پیش فصل استقلال و بازیکنایی که گرفتید صحبت شده، ولی هنوز مثل که بازیکن کم بود. ببینید ابوالفضل جلالی اولین روزی که با ما تمرین کردش مصدوم شد و من گلایمو بهش کردم، بهش گفتم چون تو دوران استراحت بازیکن باید حرفه‌ای باشه تمرین کنه سالم بیاد سر تمرین، بعد اگر دو هفته بعد 10 روز بعد یه ماه بعد مصدوم بشه مشکل نیست، روز اول وقتی مصدوم میشه بازیکن یعنی که تو تعطیلات فقط استراحت مطلق بوده، خورده و خوابیده و حرفه‌ای رفتار نکرده، و اینو من بهش گفتم ما از روز اول ابوالفضل جلالی رو نداشتیم و گوستاو بلانکو رو داشتیم تمرین کرده با تیم، فوروارد هدفمون بوده تا قبل از بازی با دو روز قبل از بازی با شمس‌سازر، یعنی ما پنجشنبه روز قبل از بازی با شمس‌سازر فهمیدیم که بازیکن نمیتونه بازی کنه و این خیلی واسمون سنگین بود. آرمان رمضانی خودتون میدونید دیر اضافه شد به تیم، ولی به هر حال همین که آرمان بودش کنارمون بازی کنه واسمون جای خوشحالی داره. ببینید ما نیاز به یار داریم، من یارو به خودم نمیخوام بگیرم ببرم خونمون یا نمیدونم بگیرم بذارم فقط اسم داشته باشم، ما نیاز به یار داریم، ما الان به فراست نداریم یار میخوایم، و نمیدونم یه چیزی هم هستش آقای سمیعی نمیدونم چرا همه چی هر چی که من بگم یه لفتش میده، آقای سمیعی باید سریعتر به خاطر اینکه ما تو لیگ الان مثلا بکنم لیگ شروع شده الان دو هفته گذشته ازش، باید سریع کدوم تیم الان شاهده تیمایی که مدعی قهرمانی کدومشون مشکلات دارن، مشکلاتی ندارن، دیروز دیدید دو تا تیم کامل تو زمین بودن همه دارن بازی میکنن، ما تیممون سقف بودجه و نمیدونم دوباره همون داستان ها متاسفانه اینا. من یه روز با خدمت آقای شهریاری بودیم و آقای سمیعی صحبت کردم و خود آقای شهریاری صحبت
خیلی خوبی رو انجام دادش که همونجا من به آقای سمی گفتم سخت بودجه مشکل من نیستش، من بازیکن باید بیارم تمرین بدم، باشگاه بازیکن در اختیار من بذاره، امکانات بذاره. همه گفتن رویایی و کهکشانی هیچکی نمیاد ایران، اما همه گفتن کهکشانی، ولی امسال دارید میبینید تیم رقیب میگیره کهکشانی نیست. من خود شما ببینید امسال بازیکنایی که من گرفتم بازیکنای تاپی هستن یا نیستن. بازیکن گرفتن و ارتباط خوبی داشته باشی، ارتباط داشته باشی، ارتباط داخلی از احساسی داشته باشی یا باشون در رفیق باشی، میتونی بازیکن رو بگیری. الان تیمی که ما الان بستیم امسال، پارسال هم میتونستیم همین بازیکنایی که امسال میگن اومدن، پارسال همه اینا رو به من گفتن که کهکشانی، ولی میدونی بازی رسانه‌ای بودش که میخواستن تیم ما رو اذیت کنن و بزنن و از همه مهمتر از داخل درون تیم اون موقع داشتن خراب میکردن. چرا الان همه بازیکن‌ها دارن میرن همه تیم‌ها بازیکن میگیرن؟ نمیدونم، ما یه ذره یه سری مشکلات داریم باید زود حل بشه، به خاطر اینکه جام باشگاه خیلی مهمه. جام باشگاه جلو الهلال و النصر مثلا، من واسه فوتبالمون میگم مثلا جلو اینا بازی کردن خیلی سخته با این شرایطی که داریم. ما 18 تا بازیکن میاریم رو نیمکت، دو تا زیر 21 سال بازیکن، زیر 21 سال آمادگی بازی کردن تو لیگ برتر برای استقلال پرسپولیس، تیمایی که بالای جدول مدعی هستن واسه سهمیه میجنگن تو جام باشگاه بازی کنن، نمیتونه بازی کنه مگر اینکه استثنا باشه که الان فوتبال ما فعلا خالی از این شرایط. اینو باید درست کنیم، شاید بتونن تیمای پایین بازی کنن، ولی تو تیمای بزرگ سخت این جا افتادن. من نمیدونم این تصمیمات به هر حال یه ذره به نظرم به فوتبال ما ضرر میزنه. امیدوارم که فوتبال کشورمون ملیمون شرایط خوب باشه. من تمرکز استقلال و تیم تاثیر گذار بود. مورد بازی بپرس. شایعه نهونیم تیممون اومده کاراشو انجام داده تا برسیم اینجا شده 3 بعد از ظهر، یعنی نهونیم تا 3 بعد از ظهر تیم توی این پروسه رفت آمد بوده. اگر تهران باشه تمرین میکنیم مستقیم بریم هتل، به خاطر همین دوست داشتیم این اتفاق بیفته شهر قدس بازی کنیم، حتی به خاطر خستگی این مسیری که واسه همون وجود داره. الان دوباره ما باید 2 ساعت برگردیم فردا تیم تمرین میره بازیکنایی که بازی نکردن، این مسافرته به تیم ضربه میزنه. الان شاید نشون نده ولی تو دراز مدت اثراتش رو بازیکن خدای نکره مسموم میشه، بعد میخوابه پاشو بعد میذاره، به هر حال این اتفاقات رو ما باید پیش بینی کنیم. حالا پر نموده رامان رضایی رو بودن و یک ساعت اینجا دید پسی گذار در بازیکن یک بود و تو بود و یک پاس بود و تحکیل بودن سکو رامین بازیکن بزرگیه، به خاطر همین ما جذبش کردیم و خودم موقعی که بازی میکردم با رامین بازی میکردم، یکی کسایی بودم که میدونستم فوتبال خوبی رو بازی میکنه، میدونستم آینده درخشانی داره و خدا رو شکر الان پیشمون هست و خوشحالیم از اینکه بره بهترین بازیاشو بکنه. بازیکنای استقلال من دوست داشتم بیان روز به چشمی حالا رامین رضاییان اینا صحبت کنم، ولی خب حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشدن. هفته قبلم فقط یه آرمان رمضانیشون مصاحبه کرد و نمیدونم باز این چه داستانیه که مصاحبه نمیکنن، کلی خبرنگار اونجا میان زحمت میکشن فیلم میبینن اونجا وا میستن منتظر بازیکنا، اینکه مصاحبه نکنید یکم به خبرنگار جماعت بر میخوره. چند تا توییت هم با هم دیگه بخونیم. یکی گفته ایشالله رضاوندم پاشو بذاره رو مچ یکی و با وی ای آر اخراج بشه، البته هرچه زودتر ایشالله این اتفاق بیفته، برای کامبک نیاز داریم به این اتفاق. که آرش رضاوند اونور سروش رفیعی کلا منفورن، البته که آقای کلاتنبرگ که دیشب حالا تحلیل میکرد میگفت که چون سروش رفیعی پاش فرود اومده روی استوک اخراج نداشته و باید کارت زرد بده، حالا نظر آقای کلاتنبرگه. یکی گفته همه نقاط دنیا وقتی یک صحنه داره چک میشه توسط وی ای آر همزمان برای مخاطبم نمایش داده میشه، ولی خب اینجا فرق میکنه. هر زمان که تصویری از اتاق وار داشتیم داورا داشتن صحنه زنده بازی رو میدیدن و کی وقت گردن تصویر مورد نظر رو چک کنن خدا میدونه. ایران خیلی خوبه، حتما دانلودش بکنید که یکی از طعنه در واقع بچه‌ها بوده. یکی گفته این فصل علیرضا کوشکی اسلامی فراتر از انتظار ظاهر شدن و برعکس بازیکنایی مثل رافا سیلوا، چشمی و ماشاری پوف
گفت عملکرد مناسبی نشون ندادن و چه سوتی بدی داد اونجا رافا سیلوا سر گل اول. آرمین سورابیان هم که نشون داد این حواشی سر اون تتوش که پیمان یوسفی هم امروز زور یه ویدیوی حالا منتشر کرده بود تو همون برنامه‌ای که داره و نشون داد تاثیرگذار بوده رو روندش، سر توپی خورد که کلا رفت یه سمت دیگه. ادامش گفت خوبه که از بازی بعد با توجه به نیمکت خوبی که استقلال داره چند تا از این بازیکن‌ها رو نیمکت نشین کنه تا به خودشون بیان. یکی گفته جواد نکونام به تموم تصمیمات داور اعتراض داره، حتی اونایی که به نفعشه. استقلال عالی شده. سال پیش فقط جلالی از سمت چپ سانت می‌کرد، امسال 50 میلیارد دادن رضاییان اونم از سمت راست سانتر بکنه. پیشرفت نیست پس چیه؟ نکونام وات که این یکی از هواداری استقلال نوشته. یکی گفته انقدی که وار برای استقلال موثره جواد نکونام نیست، حتی با لباس مشکی. یکی گفته تو این دو سال یادم نمیاد دوربین روی نکونام بره و صورت و دستاش حالت اعتراض به داور رو نداشته باشه. یکی گفته قبلا آمار تیما بر اساس گل زده و خورده بود، الان استقلال آمار دیگه ای داده بیرون، دو بازی 3 پنالتی گرفته شده. یکی گفته آقای نکونام لبخند چه چیزایی به بازیکن ها میگی که تو رختکن نگفتی؟ اصلا چیزی هم بهشون گفتی؟ مگه میشه بازیکن ها اینقدر نفهم باشن؟ یکی گفته حسرت تو دلم موند پرسپولیس برین ما استفاده بکنی. به قرآن رندوم یکی از هواداری استقلال سرمربی میشد با این تیم همه ی لیگو چارتایی میکرد. فقط باید سرمربی نکونام باشه، با وارم نتونی ببری که البته وار میاد. بگذاریم به مچه. آقا کی به این نکونام مدرک مربیگری ای آسیا رو داده؟ این بشر روز بارش نیست. تا ناموس بازیکن گرفتی که تهش با کمک داور به ملوان نبازی، تبریک میگم بهت. نکونام با اینجور بازی کردن دیگه باید پیراهن مشکی رو در بیاره و چادر مشکی بپوشه. یکی گفته میترسیم پیام بذاریم برای استقلال پنالتی بگیرن. یعنی چی که پنالتی سومو برای استقلال نگرفتن؟ و توییت زیاد بوده گفته الان یه استقلالی میاد مینویسه حالا تاثیر وار رو دیدین؟ اگه همین وار پارسال بود با گل آفساید قهرمان نمیشدین، در حالی که امسال وار هست بازم قهرمان نمیشن. الان وقتشه تاج از روی تخت بیمارستان بلند بشه بیاد از هواداری استقلال به خاطر نگرفتن پنالتی سوم عذرخواهی بکنه. مهدی تاج هم که سید حسین حسینی و عادل فردوسی پور رفتن عیادتشو، یکم عجیبه دیگه. مهدی تاج واسه شما منفوره و عادل فردوسی پور محبوب، این یکم نمیدونم. در آینده مردم میتونن به خوبی از گواردیولا و نکونام یاد بکنن و تو کتابهای تاریخی ازشون استفاده بکنن. یکیشون از کلی چوب ستاره ساخت و یکیشون از ستاره ها کلی چوب، به جز رضاوند که اون میگن از اول بود. استقلال که تغییر تاکتیک تو این چند سال نداشته، خسروی دری چرا خدافظی کرده هستن؟ اگه مونده بود هنوز میتونست وایس اون گوشه ساند بکنه، یکی اون جلو بپره گل بزنه دیگه. حالا اینم از توییت ها شما. خوبه من کنجکاو شدم در مورد داوری هم صحبت بکنم، کارشناسا زیاد صحبت کردن، حالا دیگه بر منم ببخشید دیگه، چون که نمیتونم از تصاویر استفاده بکنم. حیدر سلیمانی کارشناس داوری گفته که تو بازی استقلال ملوان دو پنالتی داشتیم، پنالتی اول اصلا روی تصاویر تلویزیونی شفاف و واضح نشون داده نشد، داوری اتاق که وی ای آر هم از همین تصاویر رو نگاه کردن. کوپال ناظمی خودش صحنه رو دید و اعلام پنالتی کرد، ولی من نمیتونم قطعی بگم پنالتی بوده. تو صحنه دوم پنالتی مشخص بود و مدافع ملوان مدافع استقلال رو گرفت و داور به درستی پنالتی اعلام کرد. ناظمی در ادامه منتظر وی ای آر شد و تصمیمش مورد تایید قرار گرفت و برشکل استقلالی ها به تک امتیاز اکتفا کردن. شما استقلالی ها و شما پرسپولیسی هم بیاید آخو کلا نظرتون رو در مورد این هفته بنویسید، چی جوری بود پرسپولیسی، حالا در مورد تیم خودشون تن و کنایه نباشه دیگه، چون هم استقلال بده هم پرسپولیس. بیاید تحلیل کنید که آقا بعد چیکار بکنید تیماتون به اون روند موفقیت خودشون برگردن. آیا از همین هفته دوم اخراج مربی ها درسته؟ البته که نه. بیاید نظر خودتون رو بنویسید. دمتون هم گرم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. فعلا.